هر شخصی که این فیلم رو ببینه براش کلی سوال پیش میاد، اینکه چرا این محفظه این شکلیه، چرا این شخص تو این محفظه قرار گرفته، چرا کلی بهش سیم وصله، اصلا این محفظه کجاست، دسیسه پشت کاره یا نه. سلام به اسو مووی خوش اومدید. امروز میخوایم در رابطه با فیلم تازه منتشر شده اکسیژن به کارگردانی الکساندر جا با هم یه ذره صحبت کنیم. اول بهتون معرفیش میکنم، در ادامه نقد و بررسیش میکنیم و در آخر هم بهتون میگم که ازش دیدن داره یا نداره. اگه تا حالا ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشیم که چنل ما رو سابسکرایب کنید. اگه از این محتوا خوشتون اومد این پست رو لایک کنید و در صورتی که انتقادی یا پیشنهاداتی و یا نظراتی داشتید حتما تو قسمت کامنت برای ما بنویسید. هیچ اسپویلی تو این ویدیو در کار نیست، خیالتون راحت باشه. داستان این فیلم از جایی شروع میشه که ما شاهد این هستیم که یک خانومی داخل یک محفظه دربسته قرار داره. محفظه به شکل تابوته و کلی بهش سیم وصله و این شخص هم هیچی از گذشتش به خاطر نمیاره و نمیدونه برای چی اینجاست. اما یه هوش مصنوعی به اسم میلو وجود داره که توی این محفظه میتونه به بعضی از سوالایی که این شخص میپرسه جواب بده. تو همون لحظات اول برای شما سوال پیش میاد که اصلا این شخص برای چی اینجاست؟ این محفظه کجاست؟ آیا دسیسه پشت این قضیه است؟ همه این سوالات مثل یک پازل میمونه که شما تیکه های این پازل رو هم حتی در اختیار ندارید و این فیلم به شما سرنخ هایی رو میده که میتونید این پازل ها رو پیدا کنید، سر جاشون قرار بدید و در آخر به جواب سوال هایی که تا الان براتون پیش اومده برسید. avertissement niveau d'oxygène à 35%. یه چیزی که از همون اول فیلم متوجه میشیم اینه که این محفظه اکسیژن محدودی رو داره و رفته رفته هم داره از مقدارش کمتر میشه. پس این شخص فرصت خیلی کمی داره تا بتونه یک راه فراری پیدا کنه و بتونه جون خودش رو نجات بده. خب بریم سراغ نقد فیلم. اصولا فیلم هایی که به صورت تک لوکیشنی و محدود به یک فضایی خیلی بسته و تنگ و اینا هستن خیلی وابسته هستن به بازیگر نقش اصلی. میشه گفت تا حدودی موفقیت یا شکست این فیلم وابسته به همین بازیگره. توی این فیلم بازیگر نقش اصلی یعنی ملانی لاونت خیلی خوب از پس این کار بر اومد و به خوبی احساس رو منتقل میکنه و میشه گفت یک بازی کاملا بی نقصی رو ازش شاهد هستیم. ژانر این فیلم همونطوری که ممکنه بدونید علمی و تخیلیه، اما اینکه چقدر با توجه به علم روز مطابقت داره مشخص نیست، اما به خوبی حس باورپذیری رو به شما القا میکنه و شما درگیر هیجان داستان میشید و به اینجور چیزا اصلا توجه نمیکنید. این فیلم اصلا ترسناک به حساب نمیاد، اما یه سری صحنه هایی داره که میتونه باعث ایجاد حس ترس برای شما بشه با توجه به شرایط موجود در فیلم و کاملا هم طبیعیه. اگه تا آخر این فیلم رو تماشا کنید قطعا این حس ترس به شما در طول فیلم القا میشه. با تمام این اوصاف و حرفایی که زدیم این فیلم شاید بعد از تماشاش برای شما یک تأثیر ماندگاری نذاره و نمیشه این فیلم رو یک فیلم اصیل و ماندگار توصیفش کرد، اما با توجه به معرفی کردم اگه از این سبک فیلم ها به طور کلی خوشتون میاد ارزش یک بار دیدن رو قطعا داره و میتونه شما رو سرگرم کنه و تا حدی هیجان زده. پس اگه تا الان این فیلم رو تماشا نکردید توصیه میکنم که حتما این فیلم رو از دست ندید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه شما هم این فیلم رو دیدید خوشحال میشیم که تو قسمت کامنت برای ما نظرات خودتون رو بنویسید.
و اگه تا الان هم ما رو سابسکرایب نکردید، خوشحال میشیم که چنل ما رو سابسکرایب کنید و در صورتی که از این محتوا خوشتون اومد این پست رو لایک کنید. خیلی ممنون، تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique.